السلام علیکم بیننده های عزیز و گرامی، برنامه اطلاعاتی اخبار است که مستقیما از تلویزیون تاجیکستان منظور شما می نماییم. در استودیو با شما یار محمد صمد. مجموع محصولات داخلی جمهوری تاجیکستان سال 2018 با 68.8 میلیارد سومانی برابر گردیده، سرعت رشد واقعی آن 107.3% را تشکیل داد. همچنین در قیاس با سال 2017 صنعت مملکت 11%، کشاورزی 4%، گردش سودا بیش از 15%، مبلغ گذاری به سرمایه اساسی از حساب تمام سرچشمه های مبلغ گذاری زیاد از 7%، گردش سودای خارجی 6.3% و خدمت رسانی پولکی به اهالی به اندازه 2.1% افزایش یافته است. برنامه اخبار را ادامه می دهیم. امروز در شهر نویای مملکت آمادگی به تجلیل نوروز بین المللی در سطح خوب ادامه دارد. در نویای وادی رش نیز با تدبیرهای آبادانی و سبزگردانی و انجام رسم و آیین‌های اجدادی به استقبال جشن اجدادی آمادگی می گیرند. گزارش ایدگلی محمود. نوروز خجستپی را مردم منطقه رشت به طور خاص جشن می گیرند. این جشن اجدادی را که رمزی محبت و زیبایی، صفا و پاکی و سخاوت و نیکیست، با استقبال گسترده و شکوه تازه ساکنان این گوشه زیبا منظر کشوری عزیزمون استقبال می گیرند. از قدیم الایام تاجیکان نوروز را عزیز و مقدس می دانند و آمدنش را انتظاری می کشند. لباس های نو می دوزند و شیرینی پخته، خانه و منزل و کوچه و خیابان ها را تازه و آزاده می کنند. توی خورسندی اشان را میکوشند که در روزهای نوروز گذرانند. میگویند که صبح بر وقت نوروزی مردم کوهستان با بلندی برآمده از آفتاب عالم آرا سرخی روی گرمی محبت و آسودگی روزگار را تمنا مینمایند. یکی از صحنه های نوروزی اشاگلون نام داشته، مردم زیاد جمع آمده سرود اشاگلون خوانده رقص و بازی میکردند و به سوی همدیگر آب میپاشیدند با امید آنکه باران را ارزانی دارد و باغ و کشتزاران سرسبز و شاد باشد. باعث خوشبختی است که مردم کهن بنیادی تاجیک توانستند جشن مقدس ملی ما نوروز را در طول عصرها نگاه داشته تا به امروز برسانند و آن را جهانی گردانند. نوروز رشته جاودانه پیوند انسان و طبیعت، دقیق ترین میزان رفت و آی فصل سال و روزگاری آدم است. نوروز آغاز سال، آغاز زندگی تازه، آغاز امید و آرزو و وقت و سعادت بوده و آستانه هر یک خاندان چون پیک شادی و نشاط و احیای زمین و طبیعت قدم نیک می نهد تا این سال نو به مردم خوشبختی و فیض و برکت آورد. ایدگل محمود، دادر جان میرزازاده، برای برنامه اخبار از منطقه رشت. نوروز به همه حسن طبیعی و زمینیش نمونه فرهنگ و تمدن عالی به حساب رفته، از دوره های دیرین برای محبت و صمیمیت و همدیگر فهمی و وحدتی بین انسان ها زمینه بهترین معنوی فراهم آورده است. در ناحیه رودکی در برابر عملی سازی تدبیرهای آبادانی و سازندگی همچنین بخشیده به این جشن ملی چورابینی های فرهنگی و ترغیباتی نیز برگزار میگردند. در دایره برگزاری چورابینی فرهنگی شام نوروز ساکنان جماعت های دهات ناحیه انعنه های نیک نوروز و تعام های ملی را به نمایش گذاشتند. گزارشی بابا کلان امینزاده. جشن نوروز که با تشبوسی روبرت عالی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان جهانی گردید، سال از سال در تاجیکستان صاحب استقلال با رویای انانه و سنت های نیکش تجلیل می گردد. این زمان در همه شهر نوی مملکت انانه های نوروزی عملی کرده می شوند که مهمترین آنها عملهای آبادانی و سازندگی می باشند. نوروز ایامی توازنی بین طبیعت و انسان بوده، برابری دیگرکنی کلی در طبیعت روح انسان را نیز به مراتب تغییر می دهد و او را به روز نیک و روزگاری آباد امیدوار می سازد. نوروز با همه حسن طبیعی و زمینیش نمونه فرهنگ و تمدن عالی به حساب رفته، از دوره های دیرین برای محبت و صمیمیت و همدیگر فهمی و وحدت بین انسان ها زمینه بهترین معنوی فراهم آورده است. در ناحیه رودکی در برابر عملی سازی تدبیرهای آبادانی سازندگی همچنین بخشته به این جشن ملی چورابینی های فرهنگی و ترغیباتی نیز برگزار میگردند. در دایره برگزاری چورابینی فرهنگی شام نوروز ساکنان جماعت های دهات ناحیه انانه های نیک نوروزی و تعام های ملی را به نمایش گذاشتند. نمایشی به صحنه گذاشته ساکنان بیانگر آن است که فصل دی به فرجام رسیده همه خنکی و سردی ها را با خود برد. بهار را فصل زنده شوی طبیعت، فرارسی ایام گرمی، رویش سبزه و گلها، آغاز کارهای کشاورزی می نامند و این فصل سبز سال
با همین گل و سبزش زیباست. در آخر چهارابینی شام نوروز برنامه رنگین کنسرتی که فراگیری وصف ترانه‌های وطن دوستانه بود، ساکنان نهر رودکی و مهمانان از تماشای برنامه رنگین اهل هنر رو بلند گردیده، برگزاری چنین چهارابینی ها را در بلند گردیدن حس وطن دوستی آنها مهم معنیدان نمودند. بابکان نمیزاده، بهادر قربان، یکقدمی نورعلی، اخبار. استادان و دانشجویان دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرینشاه شاه تیمور با شکرگزاری از فضای آباد و آرام مملکت عید بین المللی نوروز را با روحیه بالیده جشن گرفتند. گزارشی خبرنگاران ما. نوروز یکی از قدیمترین عیدها و جشن ملی مردمی تمدن‌آفر تاجیک به حساب رفته، با قرار مجمع عمومی سازمان ملل متحد به یک عید جهانی تبدیل داده شده است و این افتخار تمام تاجیک و تاجیکستانی است. استادان و دانشجویان دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرینشاه شاه تیمور با شکرگزاری از فضای آباد و آرام مملکت عید بین‌المللی نوروز را با روحی بالیده جشن گرفتند. رهبریت دانشگاه تمام استادان و دانشجویان را به جشن نوروز عالم افروز تهنیت گفتم، تاکید داشتند که همچون جشن بین المللی تجلیل گردیدن نوروز از فرهنگ پرغنوات و مردمی صلح‌خواه و صلح‌پرور بودن تاجیکان گواهی می‌دهد. در این روز صحنه این بارگاه علم قبای ایدونه داشت. دانشجویان فاکولتیت های دانشگاه با آراستن خانه هفت سین و هفت شین که خاصی عید نوروز است مهارت خود را نشان دادند. طعام های ملی و خورش های خاصی نوروزی در سطح بلند آماده کرده شد. همچنین هنرهای مردمی به معرض گذاشته شد. شعر و ترانه ها که از جانب دانشجویان دانشگاه اگراری تاجیکستان اجرا گردید، ترانه‌نگار بهار و نوروز و آبادی وطن بود. نوروز رمزی روزی نو و احیای طبیعت و آغاز کشت و کار می باشد. برگزاری مسابقه های ورزشی نیز یکی از سنت های این جشن ملی می باشد. در دانشگاه اگراری تاجیکستان میان دانشجویان مسابقه گوشتین ملی تشکیل و گذرانیده شد. جوانان میان هم قوا آزمایی نمودند، مهارت ورزشی خود را نشان دادند. به غالبان مسابقه تحفه های تاسیس نموده مسئولین چهارابینی تقدیم گردید. با مقصد سهمگذاری در تدبیرهای اکولوژی و استقبال نوروز بین‌المللی در سطح بلند، امروز از جانب ریاست حفظ محیط زیست شهر دوشنبه و اشتراک فعالانه ساکنان شهرک و محله‌ها و دانشجویان اقدام دسته‌جمعانه تازگی ساحل دایر گردید. گزارشی خبرنگاران ما. صبح امروز از جانب ریاست حفظ محیط زیست شهر دوشنبه با استقبال جشن نوروز بین‌المللی و دیگر جشن‌های در پیش ایستاده، با جلب ساکنان شهرک و محله‌ها، دانشجویان دانشگاه و دانشکده‌های شهر دوشنبه و ساکنان کسب و کار گوناگون در حدود شهرک 65 ناحیه فردوسی پایتخت برای کارهای آبادانی و کبودی‌زارکنی اکسیه اکولوژی گذرانیده شد. هدف از برگزاری اکسیه پیش از همه تازه نگاه داشتن حدود شهرک و محله‌ها و با این وسیله جلب نمودن توجه اهل جامعه به بهداشت محیط زیست و رعایت نمودن فرهنگ شهرنشینی در پایتخت میباشد. صبح امروز در شهرک‌های 64 65 نواحی فردوسی و عموماً در حدود شهر دوشنبه اکسیه تازگی محل و اینچنین سولی گذاشته شده است. اینچنین از طرف مقامات‌های کمونالی برای سفرپر کردن برآوردن پرتو زیاده از 4 عدد تکنیکای نقلیات های پرتو براری سفربر کرده شده است. ریاست حفظ محیط زیست شهر دوشنبه با نظرداشت پیشگیری نمودن حالت های موجوده و راه اندازی نمودن تدبیرها در این سمت، چنین اکسیه ها را دایر و جهت بلند گردیدن فرهنگ شهروندی ساکنان پایتخت تدبیرهای ایلوگی اندیشیده شده است. یادآور میشویم که چنین اقدامات هنوز از سال 2006 از طرف مقامات حفظ محیط زیست راه اندازی گردیده، همساله با پشتیبانی از اهل جماعتچگی در تمام قلمرو جمهوری دایر کرده میشود. همچنین ریاست حفظ محیط زیست شهر دوشنبه تصمیم گرفته است که با استقبال جشن‌های در پیش ایستاده جهت بهتر نمودن وضع اکولوژی شهرک و محله‌ها در همکاری با ساختارهای مربوطه دخلدار، چنین اکسیه را در دیگر منطقه‌های پایتخت نیز راه اندازی نماید. تامین امنیت آذوقه‌واری و دسترس بودن نرخ مواد نیاز اول یکی از هدف‌های اساسی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان به حساب می‌رود. امروز محصولات نیاز اول در بازارهای شهری باختر زیاد بوده، ساکنان و مهمانان در همه فصل سال با محصولات از جهت اکولوژی تامین کرده می‌شوند. گزارش خبرنگاران ما. یکی از هدف‌های اساسی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان این تامین امنیت آذوقه‌واری کشور به حساب می‌رود.
امروز در این سمت میدان کیش زیاد کرده شده با این وسیله تامین نمودن بازار استعمالی و صادرات محصولات کشاورزی تدبیرهای ضروری اندیشیده می شود. یکی از راههای با نرخ دسترس پیشکش خریداران نمودن محصولات نیازی مردم این با نقطه سودا تامین نمودن دهقانان در بازارهای مملکت می باشد. شرایط مساعد کاری، تازه و آزاده نگاه داشتن اطراف بازار و با لباس یگانه تامین نمودن سوداگران در بازارهای شهری بختر امکان فراهم آورد تا ساکنان آزادانه محصولات ضروری خویش را با نرخ دسترس و صفت بلند دسترس نمایند. تامین نمودن اهالی با مواد آذوقه‌واری خوش صفت و بهتر نمودن سطح خدمت رسانی در بازار از هدف‌های اصلی هر یک مسئول میباشد. برای پورا تامین نمودن و در سطح ضروری نگاه داشتن نرخ و نوا مسئولان تلاش دارند که در این سمت کار را جانق نمایند. رسته‌های پر از میوه‌جات و سبزیجات تر و تازه کشاورزی نشانه از فراوانی و ارزانی در بازارهای مملکت میباشد. حاصل فراوانی میوه و سبزیجات لذیذ وطنی از ثمران و استفاده شدن هر پارچه زمین و اجرای برنامه‌های دولتی در ساحه کشاورزی سرچشمه می‌گیرد. عملی گشتن این برنامه‌ها امکان فراهم آورد که در مقایسه با سال‌های پیشین میوه و سبزیجات کشاورزی با نرخ ارزان به اهالی پیشکش کرده شود و همگان امکان خریداری آن را دارند. مشاهده‌های هر روزه نشان می‌دهد که امسال در تاجیکستان نرخ نوای میوه و سبزیجات خودی به طور نظررس خیلی ارزان شده است. این همه ارزانی و سری و پوری از برکت حاصل فراوان در مملکت گواهی می‌دهد. نورعلی صفی‌الدین، محمد سعید کمال، اخبار. در مسابقه ویلامارافون و دوی نوروزی که در شهر دوشنبه برگزار گردید 25000 نفر اشتراک نمودند. مسابقه از مسیر چورباغ شاهراه ساحلی دریای ورزوب دوشنبه تا نوروزگاه پایتخت گذرانیده شد. گزارش خبرنگاران ما. از صبح بر وقت در محله معروف با نام چورباغ کارمندان وزارت اداره و مؤسسه و کارخانه های در حدود شهر دوشنبه بوده و هم آمده بودند. جمع آمد مذکور این نوبت بخشیده شده بود به جشن بین المللی نوروز خجسته پای. قبل از آغاز مسابقه های دوچرخه سواری و دو مراسم تنتنوی کشوده شوی برگزار گردید که در آن رهبریت کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و دیگر وزارت و کارخانه و مؤسسه های عالی تعلیمی کشور فعالانه شرکت نمودند. بعد از بلند شدن صدای تپانچه رقابت نیز شروع گردید. یک چند کیلومتر را طی کردند. پس دوچرخه سواران کسبی از گروه اساسی پیش گذشته برای رسیدن به خط مرا بینشان رقابت شدید برگزار گردید. رفت مسابقه که از 10 کیلومتر مسافه عبارت بود و گفت خود ورزشگران و متخصصان این رشته ورزش در نمود دوچرخه‌رانی این مسافه مشکل نیست. ورزشگران تا به آخر تلاش کردند و نتیجه نظررس نیز نشان دادند. مهم برای ما سلامتی را خوب حس میکنیم. از جوانان، از کلان، از خردسالان، جوانان و پیرانسالان خواهشمندان هستیم که با این گونه ورزش مشغول شوند تا که سلامتی خود را خوب و بردوام نگه بدارند. ویلامارافون سالهای اخیر در کشور به یکی از معمولترین مسابقه ها تبدیل یافته پیوسته از روی این رشته ورزش نیز سبقت ورزشگران گذرانیده می شود که هدف از آن رشد و رونق دادن این نمود ورزش و جلب کودکان و نورسان و مشغولیت های سالمگردانی می باشد. در این میان دوچرخه‌رانی نه تنها به سلامتی انسان فایده بخش است بلکه آن در سمت بهتر نمودن فضای اکولوژی پایتخت تاثیر مثبت میرساند. همزمان اومدی گشتن دوچرخه برای پیشگیری از استفاده غیر مقصدناک نقلیات های گوناگون نیز تاثیر گذاشته میتواند. در نهایت اولین شده خط مرحله را چون مسابقه قبلی ورزشگر جوان محمد جان عزیز عبور نمود. در میان دختران مقام اول را انا سلطان امونوا کسب نمود. سال سوم است که ما در این نمود مارافون جای یکم رو گرفته شدم. در این مسابقه من در بین زنان یعنی دختران جای یکم اشغال کردم. مسابقه ویلامارافون چون دو در کشور همچون چورابینی عمومی ورزشی پیوسته گذرانیده می شود که ما از این تدبیرها باعث برون گشته است که در کشور شماره دوستداران نمود دوچرخه‌رانی روز تا روز بیشتر می گردد. بعد از انجام ویلامارافون در همون خطسر 10 کیلومتر اشتراکچیان دو حاضر گردیدند. دوام چند سال اخیر است که از روی این دو رشته ورزش بین جوانان و کلانسالان و کارمندان کسب و کار گوناگون مسابقه در یک روز تشکیل کرده می شود. دوی نوروزی بعد از انجام رقابت دوچرخه‌رانی شروع گردید. به اطلاع مسئولین ساحه دو از درآمدگاه محله چورباغ آغاز یافته توسط خیابان حافظ شیرازی ادامه کرد و در نوروزگاه پایتخت به انجام رسید. ورزش سبک با ویژه دو و سلامتی انسان فایده کلان داشته هنگام مشغول گشتن به آن انسان میتواند از هر گونه نمودهای بیماری امین نگاه داشته همیشه خود را بردم و چالاک نگاه بدارد. هنگام دویدن تمام عضوهای بدن آدم
به کار می دارد. رگ های خونگرد خوب تازه می شوند. برای همین آدم خودش را سالم و بردم حس می کند. مسابقه دوی نوروزی به خاطر در سطح بلند تجلیل نمودن ایدی بین المللی نوروز بوده و اقرار کمیته کرب و جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و مناسبت این ایدی اجدادی در حدود کشور بیش از 150 چورابینی ورزشی برگزار خواهد گشت. مسافه 10 کیلومتر در این مسابقه اولین شده میونی جوانان مهربان شمسیدینوف دانشجوی دانشگاه طبی تاجیکستان تعیین نمود. برای مهربان این اولین غلبه در چنین مسابقه نیست، زیرا او پیوسته در مسابقه های دو مقام اول را اشغال می نماید. امروز در دوی نوروزی بخشیده به ایدی نوروز سازوار جای اول گشت. بخشیده به مسابقه نوروزی اشتراک کردم، من جای دوم را اشغال کردم. با قول دونده های حرفه‌ای این مسابقه یک مرحله آمادگی دسته منتخب تاجیکستان امید به ورزش سبوک برای اشتراک در نیم مارافون بین المللی که همساله در روز پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه گذرانده می شود محسوب می یابد. بیننده های عزیز، شما را با شرح این و دیگر خبر و گزارش ها در نشرهای منبعدهی برنامه های اطلاعاتی اخبار که شامی امروز مستقیما از تلویزیون تاجیکستان پیشنهاد شما میگردند همکارانی ما آشنا میسازند. برایتان استراحت خوش و با فراغت را تمنا داریم.